امشب پلیتیک بعد از شاخ سلامتی به ستاره دار کردن دانشجویان در ایران نمیگوید. در این برنامه پلیتیک پرونده فرهنگ و هنر نزد ایرانیان بس است را برای همیشه میبندد و میرود پی کارش. در پی درخواست اوباما برای وتوی هر کی ایرانو تحریم کنه، پلیتیک دوره جدید تاریخی را معرفی میکند. آمریکا هیچ غلطی میتواند بکند. گلشیفته فراهانی اینجاست. مصاحبه پلیتیک با گلشیفته برای اولین بار از شبکه تصویری رادیو فردا پخش می شود. در انتهای برنامه پلیتیک هفته از زیر دست ما در نمی رود و استفاده غیرقانونی از قانون توسط مجری قانون رو می شود. پیام مثبت اندیشی این برنامه از طریق همین تصاویر و صدا به همه هنرمندان ایران زمین تقدیم می شود. 24 قسمت پلیتیک از همین الان با سلام و صلوات شروع می شود. ملت حامد حسینی هستم و این پلیتیک هست. ملت برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. خوشحالیم در خدمت شما هستیم از این کانال، کانال تصویری رادیو فردا. حال ما خوب، همه خوب، ولی شما باور نکنید البته، چرا که ته دلمون سر دلمون، یعنی اینجاها مثلا توی این مایه های مرا هنر دونمون یه جورایی الان این درد گرفته، یعنی خیلی وقته که درد میکنه. سرگردون شدیم به سان مش حسنی که گاوش رو بردن. مش حسن! مش حسن! بلوری ها ریختن اینجا! میخواهم منو بندازن! میخواهم منو بندازن تو جام! میخواهم سر منو ببرن! مش حسن! و بلوری ها ریختند و گاو را در چاه انداختند و سرش را بریدند. عده‌ای گاوشان را بردند، عده‌ای گلنارشان را بردند و عده‌ای آتیه‌شان را. دلم برایت تنگ شده است آتیه. عده‌ای رفتند تا آتیه را بیابند و عده‌ای ماندند تا آتیه بیاید. که ناگهان روزی مردی آمد که ادعا داشت که هم آتیه را میشناسد، هم گلنار را، هم مش حسن را و هم گاو مش حسن را و هم مرا. به رسانه ها آزادی بدید، به مطبوعات آزادی بدید. اگر آزادی دادیم اون وقت ما میتونیم جلو فساد بگیریم. اکتفا نکنیم به نظارت های رسمی که امروز وجود داره. فرهنگ البته فرهنگ تزریقی نیست. فرهنگ اشکال ما اینه که ما فکر میکنیم که یک آبشاری است باید باز کنیم رو سر مردم. فرهنگ همون چشمه های جوشانی است که در نهاد مردم هست و باید کشف بکنیم. خب عده ای آتیه‌شان را در حرفهای ایشان ندیدند و عده ای اندک نوری در حرفهایش دیدند و امیدوارانه از او حمایت کردند. کمی بعد هم نزد او رفتند و از درد دلهایشان گفتند. ابراهیم حقیقی، آدم حسابی مملکت. از وقتی که آقای رئیس جمهور اعلام نامزدی فرمودند تمام هنرمندان می شناختن ایشان را، اما از بعد از مناظره هایی که اتفاق افتاد اون امیدی که بعدم فرمودین در دلها قطعا زنده شد. نغمه سمینی حرف حساب زد اونجا جلوی روحانی. به من اجازه دهید صدای خاموش کسانی باشم که قدرتی ندارند، جز صدایی کمجان بر روی صحنه هیچ چیز ندارند.
کسانی که به راحتی وزیدن نسیم می شود حذفشان کرد و حذف شده اند در طی این سالها. و آن مرد در جواب درد دلها لب به سخن گشود و گفت: من گاهی اوج هنر هم. من گاهی اوج هنر ایرانی را در حافظ می بینم، حافظ شیرازی. عرق‌خوری آزاد شد؟ آره؟ با سینه‌ای مالامال از آموزه‌های دینی و قرآنی، اما از جهل و خرافه و ریا بیزار. آه، از اون لحاظ حافظ به قول بعضی‌ها رند روشن فکر زمان خود بود، در عین ایمان و در عین انتقاد هرگز از ایمانش دست بر نداشت و هرگز از انتقادش پشیمان نشد. جناب روحانی، این مملکت پر از رندان روشن فکر بود، کسانی که در این انتقاد هرگز از ایمانشان دست بر نداشتند و هرگز از انتقادشان پشیمان نشدند، ولی هیچ از حال روزشان شما خبر دارید مرد حسابی؟ آقای روحانی، غیر از اون آدمایی که اونجا اومدن نشستن اونجا، هم خیلی هاشون غیر از یکی دو نفر، بقیهشون آدم حسابی مملکت، آدمای فرهنگ، هنر و اینها. ولی سوال ما از شما این است آقای روحانی، شما این خانم را میشناسید؟ من برای هر لقمه‌ای که میخورم کار میکنم، حتی برای هر نفسی که میکشم. زندگی من چه تعارفی داره؟ چرا نباید بلند بخندم یا مسخره‌ای کنم؟ ایشون سوسن تسلیمی هستند، یکی از قدرتمندترین هنرمندان سینما ایران. ایشون آقای روحانی خیلی وقت رفتن از اون مملکت، رفتن خیلی وقته، نیستن. چرا؟ نمیدونستی؟ حالا خب توضیح میدیم. بعدی رو بذار این خانومو بشناسی. بذار بعدی رو این خانومو بشناسی. فقط موندم ببینمت بعد برم. بیرانه میگن ایشون خانم فاطمه معتمدآریا هستن آقای روحانی. میشناسی؟ آه میشناسی؟ آه کم پیدا هستن ایشون. خیلی کم پیدا هستن این روزا. مثلا شما این آقا رو میشناسی آقای روحانی؟ این آقا رو چی؟ میشناسی؟ شاد باشید. اسم من بهرام بیزاییه. ایشون یکی از بزرگترین مردان این تاریخ در عرصه فرهنگ و هنر هستند، تئاتر، سینما، فلان اینا، در حال حاضر در خارج از ایران هستند. چرا؟ ای وای، من نمیدونم. این بپرس از اون ور جنتی دور و برت اینا، بپرس چرا بیزایی تو ایران نیست الان. آقای روحانی همشون تازه خارج از ایران نیستن و یه عده داخل ایرانن، ولی فقط فیزیکی داخل ایرانن و در اصل انگار خارج از ایرانن. مثل کی؟ ناصر تقوایی. آها، بذار اینها رو یخم راه نمیره. من رو یخ راه نمیرم، رو زمین صفر. ناخدا خورشید دیدی؟ ناخدا خورشید اینجوری کبریت یه دست روشن میکرد دیدی؟ اونی که یه دست نداشت نه، اونی که یه دست داشت کارگردانش ایشون بود. آی تقوایی الان مدت هاست که از دست شما و رفقای شما و دشمنهای شما و اینا خون نشین شد. این یکی آقا روش میشناسی؟ هنرمند، آدم حسابی مملکت، پرویز صیاد. من واقعا حقیقتی به شما بگم، تنها برای تئاتر کوچک در خیابان پهلوی سابق دلم تنگ شده، برای اینکه تنها جایی است که اونجا دوست داشتم همیشه باشم. ایشون کم به هنر ایران خدمت نکرده، خود شما نشستی بارهایشون نگاه کردی. من مطمئنم ایشون آرزو داره برگرده، حتی نه ایران، تو این فضای نمیخواد بیاد، بلکه در فضای مطلوب. آقای روحانی شما مثلا دیگه کی؟ بگو آقا دیگه کی؟ رضا عابدینی رو میشناسی؟ نمیشناسی؟ از مشهورترین گرافیست‌های ایران زمین. ایناهاش، ایشون چند وقته که جلای وطن کرده. عابدینی به ظاهر روحانی. رضا عابدینی بیش از دو دهه است تلاش کرده به نوعی گرافیک و دیزاین دست پیدا کنه که ماهیتاً ایرانی باشه. رضا عابدینی بودشون؟ اسفندیار منفردزاده رو چی میشناسی؟ موزیک اعتراضی فلان رضا موتوری رو زهزره. صدای بی صدا. ایشون هم در خارج از کشورن. من بخوام دونه دونه اسم ببرم تا صبح
طول میکشه، ولی مثلا عباس معروفی، بهروز وثوقی، رضا براهنی، گلشیفته فراهانی، اسماعیل خویی، اسدالله رویایی، منیر روانی پور، رضا دانشور، رضا قاسمی، رضا قاسمی، مرعی زنهود، شهرش پارسی پور، شهرش پارسی پور، جعفر بنایی، محسن نامجو، شهرش پارسی پور، جعفر بنایی، محسن نامجو، محمد رسولی، اما همه این حرفا آقای روحانی به شما باقلوا تعارف میکنه. کارمند دولتی نمیتواند ناظر خوبی برای هنر باشد. آه باریکلا حسن روحانی. آقا طی 30 سال هر آدم بیهوده ای از راه رسید بر این هنرمند نظارت کرد، الا خود هنرمند. چه حرفای خوشگلی میزنه. بازم بذار روحانی، بذار حسن روحانی، بذار روحانی. به هم اعتماد کنیم. دوران اعتماد است. ما به شما اعتماد کنیم، به اونا به شما اعتماد کنیم، یه ملت به هم دیگه اعتماد کنن یه چی؟ یعنی آخه بالاخره این ملت اومدن اونجا یه زمانی همجور نشستن، در زمان آقای مثلا شما یادتون شد نباشه یه آقای بود رئیس جمهور ایران بود بنام محمد خاتمی، مهاجرانی اومد همینجوری اونجا تو اون تالار برای همه صحبت کرد، همش اعتماد کردن، آخرش برابرم با اتوبوس داشتن میرفتن تو دره. نگاه امنیتی به هنر بزرگترین اشتباه امنیتی است. خوب این حرفای قشنگیه، حرفای خوبیه، حرفای هنرمند پسندیه، همه اینو که این مشکل نداره، ولی آقای روحانی این اشتباه بزرگ امنیتی سالهاست سر خیلی ها رو به باد داده ها. کارت زرد برای این دولت نگرانی نیست. اگر منظورت کارت زرد تو فوتبال لامصب آقا یه جورایی بعضی موقع تکل میزنن از پشت که از این یارو از این تکلا مثلا بارمم. اینجوری کنان بدجور آدم ها اینجوری چطرق میزنن که آدم مصدوم میشه تا بقیه عمرش دیگه، اصلا مثل مایکل اوون بنگ. حالا آقای روحانی دولت برای اهدافش داره به سوی چی دست راز میکنه؟ دولت برای اهدافش به سوی شما دست نیاز دراز میکند. آقای روحانی خیلی از کسانی که اون پایین برای شما دست دادن، آقا نشون بده کیا دست میزنه برای روحانی، نشون بده. همشون از هنرمندان به نام این مملکت، آدم حسابی ها، خیلیشون به فرهنگی مملکت خیلی خدمت کردن، اومدن پای صحبت شما نشستن، خیلی از توهین ها هم در طول این سال ها به جون خریدن، با ارزش ترین هنرمندان این مملکتن، یا اینکه اونجا حالا به اجبار اومدن نشستن. غیر از یکی دو تاشون، آقا عکس اینی که اصلا نباید اونجا می بود نشون بده. این یارو، این یکی، اینو راجب صحبت نمی کنیم، اینو ولش کن، اینو ولش کن. ولی خیلی از آدمایی که اومدن اونجا آدم حسابی مملکتن، یا بهتون رأی دادن و به امید اینکه وضع بهتر بشه رأی دادن، یا حالا اومدن اونجا نشسته ببینن شما چی داری میگی. امیدشون رو ناامید نکن. آتیه، گلنار و گاو رو به ملت ایران برگردون، خیرش رو ببینی. گلنار، من آتیم. در راه که می آمدی کسی سراغ مرا نگرفت. گلنار، گلنار، کجایی که از غمت ناله می کند عاشق وفادار. ما و شما در این قسمت عادت داشتیم که 10 احتمال، 10 اتفاق، خلاصه 10 امکان رو بررسی بکنیم، ولی این هفته اینقدر خب خبر زیاد بود که هر کدومش یه احتمال، یه اتفاق و یه امکان برای بررسی محسوب میشد. به عنوان مثال مثلا الان باراک اوباما گفته که تحریم ها بر علیه ایران رو اگر فلان بشه من وتو میکنم. اینا خبرش. و ما متوجه شدیم که برای اولین بار در 35 سال گذشته آمریکا هیچ غلطی میتواند بکند، و ما اینجا 10 تا خبر رو که در هفته گذشته اومده بیرون به شما میدیم که ثابت کنیم آمریکا هیچ غلطی میتواند بکند. 10 10 10 10
هیئت پارلمانی انگلیس اومد ایران و جک استرا و جواد ظریف دور هم جمع شدن و با جمع شدن جک و جوادا تو ایران دور هم همین چیزایی که اوباما گفت عملا تاکید روش شد و اثبات شد. این در حالیه که چون ما همین تازگی از سفارت انگلیس برابرم رفتیم بالا، نمیدونیم که هیئت انگلیسی شبش تو تهران کجا خوابیدن. فک و فامیل که ندارن تو ایران. دختر پادشاه اسپانیا رو به اتهام پولشویی احضار کردن دادگاه. بفرما. بعد پدرش نامه داد گفت آقا بزنین پدرش در بیارین. بدین وسیله ما قاطعانه اعلام می‌داریم که مشتبه نمیری این روزا رو ببین. آیه شارون درگذشت. البته بعضی هم نوشتن آیه شارون بالاخره درگذشت. آیه شارون بالاخره درگذشت. آقا دیدین بالاخره نظام گفت شما بالاخره آب میرید. دیدین رفتین. دیدین الان تو نظام هرچی 85-6 ساله داریم شکر خدا همه زندن ولی شما مردین. دیدین بگم علی مطهری فرمود مردم حرفای یک طرفه 4 سال گذشته درباره فتنه رو نپذیرید. در حال حاضر مردم در ایران دو دستند. یکی اونهایی که حرفای یک طرفه رو نمیپذیرند، شیش دهی میان بیرون. یه دسته اونایی هم که حرفای دسته اول رو نمیپذیرند، نه دهی میان بیرون. ما هم که اینه. شیش. رئیس سازمان بسیج رسانه گفت بسیج رسانه الان ده. گفت به دنبال پیوند رسانه‌های داخلی و خارجی هستیم. اینهاش. آقا ما اینقدر خوشحال شدیم، خوشحال شدیم. بگو چرا؟ برای اینکه دیگه پیوند خب خوبه دیگه. بگی یه لحظه تجسم کرد رسانه‌های داخل خارج مثلا پیوند بخوره مثلا حاصل پیوند پلیتیک با کیهان احتمالاً میشه چی؟ بگو. چه میدونم. یکی دیگه هم اینکه فهمیدیم الان رسانه‌ها بسیج داره. که بسیجشون رئیس داره. کیهان پلیتیک پیوندتان مبارک. پنج. علی جنتی گفت نمایشگاه مطبوعات امسال برگزار نمیشه. نه اینکه دلیل خاصی داشته باشه، نه چون دولت نوپائه تا حالا مثلا داشته صبح تا شب نیروهای متخصص رو بررسی میکرده. اینه که وسط بررسی نیروهای متخصص که نمیشه نمایشگاه مطبوعات گوشاخه میشه. واقعا نمیشه. بهتر آقا شلوغ ترافیک در نمایشگاه کتاب سنگین میخریدیم دست آدم کتب آدم اصلا کیسه پلاستیکی درد سر دل کن آقا آقا بایدم بگنم بلا چار من رضا عارف گفته رهبری هیچ وقت از موسوی و کرمی به عنوان سران فتنه نام نبرده. خدا شاهده این عارف بعضی وقتا یه چیزایی میگه آدم حس میکنه این اصلا اون آدم هاست که راحت میشه ازش یه پولی کلوفت گرفت رو ویندوزش تقویم هجری نصب کرد. نمیفهمه. سخنگوی شورای شهر بهشهر به دلیل عضویت در فیسبوک برکنار شده. انداختش بیرون. به امید روزی که ملت تمام مسلسل ها به قلم تبدیل بشه و یک عزیز دل دیگه که تو فیسبوک هست از کار برکنار. کی؟ عزیز دل ایناش. نه ایناش. بگو بره این فیسبوک این حسابش این ایناش. این چرا از کار برکنار؟ عباس عراقچی اعلام کرد توافق ایران و 5+1 از آخر دی اجرا میشه. خدا رو شکر آقا، خدا رو شکر. ولی ما از اولش گفتیم بابا شما همون اولش قوطی سس محرام میبردید تو مذاکرات. میگفتیم ببین ما در اینو هنوز خودمون نمیتونیم بسازیم، شما میگین ما میخوایم بمب اتم بسازیم. به خدا این کارو کرده بودین تا حالا 20 دفعه توافقات اجرا شده بود. توافقات گفتم درست گفتم ها؟ چرا گفتم فکر کنم اشتباه گفتم؟ محرام خوشمزه و خوشنام. حجت الاسلام غلام رضا حسنی به دلیل کهولت سن از امامت جمعه ارومیه برکنار شد. توی مملکت همه به خاطر کهولت سن میان سر کار. این یکی که خیرش از عبید زاکانی بیشتر به مردم ایران رسیده بود برکنار شد یا استعفا داد یا هر چیز. خلاصه این که همون جوری که مشاهده میکنید ما بسیار غمگینیم. مهمان این هفته شما خانم گلشیفته فراهانی است. خانم فراهانی نیاز به معرفی نداره. این مصاحبه بنده با ایشون چند وقت پیش ضبط شده و برای اولین بار از کانال تصویری رادیو فردا
پخش میشه. خب تو تو ایران کلی فیلم بازی کردی و خارج از ایران هم کلی فیلم بازی کردی. تفاوت اصلی که بین بازیگری در ایران و خارج از ایران دیدی چه بوده؟ خیلی سخته فکر کنم این سوال، برای اینکه تو خود ایران کار کردن با هر کارگردانی خیلی فرق میکنه. این طرف هم همینطوره، یه کارهایی هست اصلا نمیشه به طور کلی جواب این سوال رو داد، برای اینکه یه سری پروداکشن ها هستن که تولیدات حالا بزرگتری هن، یه سری تولیدات خیلی کوچیکتری هن با پول کمتر، همه چیز خیلی فرق میکنه. ولی به هر حال چیزی که خیلی بارزه برای من که فرق میکنه، خب نقش هایی که من این طرف بازی کردم خیلی متفاوت ترن، خیلی عمیق تر توی ذهنیات و روح یک زن وارد میشن. چرا؟ برای اینکه فکر میکنم تو ایران اونقدر ما نمیتونیم عمیقا وارد زندگی یه زن، تفکرات یه زن، رویاهای یک زن یا اینا بشیم، به خاطر تمام خب سانسورهایی که وجود داره. به هر حال تا حدی همیشه سوژه‌های وجود دارن که ما بتونیم از اونا کمک بگیریم، همونطوری که اصغر فرهادی داره این کار میکنه و خیلی های دیگه، ولی کمتر اتفاق میفته. خیلی آدم باید این ور اون ور بکنه که یه راهی پیدا کنه که یه چیز عمیقی رو بتونه واقعا بیان کنه، به خصوص راجع به زن. حالا نزدیکتر نقشی که تو ایران بازی کردی که به این تعریف خودت نزدیکتره کدوم نقش بود؟ شاید همچنان نقش روناک توی اشک سرماست، به خاطر اینکه یه نقش چند بودی بود برای من. شاید این نقش برای من همچنان یه نقشی که وارد حداقل یک کابوس های یا یک خواسته های که حتما مثبت نیستن یا حتما معصومانه نیستن، یه شخصیت خیلی خاکستری میتونه باشه، نه خیلی سیاه نه خیلی سفید. خارج از ایران چی؟ کدوم نقشی رو بازی کردی که خیلی تأثیر گذاشته رو؟ چه جور آدمی بوده؟ خب ببینم چه جور آدمی رو تو دوست داری؟ چه جور آدمی رو بازی میکنی که رو تأثیر میذاره خیلی؟ با چه دغدغه هایی؟ با چه درد هایی؟ توی کارهایی که این طرف کردم سنگ صبور فکر میکنم از همه بیشتر تأثیرش روی من خیلی زیاد بود. یعنی تا حالا همچین چیز رو واقعا در بازیگری تجربه نکرده بودم. یعنی اگه رفتن من از ایران به بازی کردن این فیلم بوده، این به من یه توانایی رو داد که یه چیزایی رو در مورد خودم بشناسم که نمیشناختم. و این زن خب به هر حال یه زن چند بعدیه، یه زن میتونه خیلی بد باشه، میتونه خیلی بد جنس باشه، میتونه خیلی مثبت باشه، دروغگو باشه، تمام چیزهایی که اصلا نه مثبت نه منفیه، یه آدمه، یه فردیته. بعد حالا اومدی از ایران بیرون و تصمیم گرفتی که یه بازیگر بین‌المللی بشی دیگه. چه موانعی پیش پات بود حالا؟ من اصلا تصمیم نگرفتم. من وقتی که از ایران اومدم بیرون سینما رو بوسیده بودم، گوشته بودم کنار. اصلا من فکر نمی‌کردم، یعنی به فکر اینکه بیام اینور کار بکنم نیومدم. من از بیرون، یعنی از ایران رانده شدم و بعد کار کردن، به هر حال کار من بازیگری بوده از خب سنین خیلی کم و یک راه نجاته و یک چیزی که کار منه و به هر حال این کار بود که اومد دوباره و دست منو گرفت و منو بلند کرد. من فکر کردم این داستان تموم شد، اصلا سینما تموم شد و من دیگه کار نخواهم کرد، و ولی خب این اتفاق نیفتاد و دوباره شروع کردیم. شروع شد اصلا مثل اومدن دنبالت که آقا بیا بازی کن و اینا. نه اونجا خیلی هم نیومدن دنبالم، نه خود آدم، یک چیزی در درون انسان انگار که یه آتشی که داره، انگار که ذات آتش سوختنه، یه چیزی هم در درون من داشت میسوخت، بنابراین این حرارت و این نور و اینا وجود داشت. و خب کم کم یک سری ارتباطاتی پیش اومد، من با آدم‌ها آشنا شدم و این کم کم دوباره اتفاق افتاد. خیلی از بازیگرای ایران بودن در طول تاریخ که خیلی بیشتر از اینها به قول معروف پرووکاتیو بودن و هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. ولی در مورد تو چرا فکر می‌کنی اینقدر حساسیت بود در مورد تو؟ از اول بود، یعنی از اول، من اولین باری هم که وقتی از ایران رفتم و رفتم برای این در واقع اکران Body of Lies، وقتی رو سریم و اولین بار برداشتم تقریبا همین بود، یعنی همونقدر یه چرا اینقدر تو حساسیت بود؟ همین، من فکر میکنم اصلی ترین چیزش اینه که اولا
ما نمیتونیم چیزی که خلاف اون باور و نظر خودمون رو تحمل کنیم، برای اینکه فکر میکنیم اگر چیزی خلاف نظر ماست این یعنی یه نفر داره به ما حمله میکنه. نمیتونیم فردیت آدم ها رو قبول کنیم، یعنی همه باید یه جور باشن، همه باید یه جور فکر کنن، همه باید، ولی خب آدم ها فردیت آدم با هم فرق میکنن. و از یه طرفی هم همه خوب خودشون رو صاحب ملک، یعنی یه ملکی، انگار این ملک منه، مال منه، این بعد اونجوری هم باشه که من میخوام. فکر کنم بیشتر به خاطر همینه. در خیلی از فیلمایی که در خارج از ایران بازیگری مثل تو بخواد بازی بکنه، حتما یه صحنه ای هست که قراره یکی رو ماچ بکنه، یا یک صحنه ای هست که باید نیمه برهنه توی جایی باشه شاید، یا اینکه اصلا میخوای نقشی رو قبول بکنی که یارو زن طرفه با هم دیگه میخوابن، یا اونها نشون داده میشه خیلی راحت در فیلم هایی که خود ایرانی ها هم میبینن تو ایران خیلی از اون فیلم ها رو. آیا این قراره که تاثیر بذاره، تاثیری گذاشته رو اینکه واکنش های منفی که شنیدی، آیا تاثیری میذاره تو نقشایی که انتخاب میکنی؟ نه هرگز. نذاش هرگز. یعنی اول اینکه من اگر یک مرد بودم نصف این مشکلات برای من حل بود، به خاطر اینکه نه مو داشتم نه این تنو داشتم، نه یعنی نصف مشکلات حل بود. یعنی یکی از مسائل من اینه که من یک زنم و نه هرگز، یعنی من اینقدر برای من روشن راهی که دارم میرم که هرگز من اگر که یک فیلمی هست، یک داستانی هست که داره یک چیز رو روایت میکنه که به نظر من در این دنیا باید گفته بشه و به تماشاچی منتقل بشه و این یک چیز رو در دنیای تماشاچی باز میکنه، من همه جوره با ذهن روشن این کار انجام میدم. یک سری چیزهایی هست که در زندگی هرگز انجام نمیدم، یک سری چیزهایی که این نفر یه روز به من گفت همیشه فکر مردم باش، مردم رو نباید منتها همه آدمها رو هم نمیشه راضی کرد. یعنی من 75 میلیون آدم رو نمیتونم راضی کنم، همیشه یک سری آدم هایی هستن که بناس به من فحش و فضاحت بدن، یه سری آدم هایی هستن که بناس من رو بنزن بالا. بنابراین آدم بعد اون چیزی که براش روشنه رو همون خط رو بگیره و مستقیم بره دیگه. بله بله بله، ما در این برنامه پلیتیک هفته رو اعلام میکنیم، پلیتیک هفته رو کی زده اعلام میکنیم. این هفته احمد رادان زده پلیتیک هفته رو. نیروی انتظامی عرض میکنم، صبر کن، عرض میکنم چرا و چگونه. بزرگان فرمودند که به فرزندان خود تیراندازی بیاموزید و سوارکاری و شنا. میکنین چرا؟ چون امکان داره که این فرزند شما در آینده مثلا مداح اهل بیت بشه. اتوبان‌های تهران خطرناکه واقعا، ممکنه مثلا فرزند مداح شما در اتوبان مثلا با کسی درگیر بشه، دفعه اسلحه در بیاره، احساس چیزش در بده، چین بزنه. داستان اینجاست که اون آقای مداح فلان کی ایشون، این مداح یه ذره از مداحیشو نشون بده اول. ایشون این مدا حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنن؟ این بچه منه. لباس پاره میکنن بدن کسی رو. ببین خبر اینه که ایشون توی اتوبان داشته میرفته، خبر نشون بده حالا زده با یارو، حالا ازش سبقت گرفته یا مثلا حالا کلکل کرده، لایی کشیده، هر چیزی، اصلاً در مورد تخ 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 شلیک کرده، یارو ازش شکایت کرده و نه. با این که ایشون گفته اصلا من شاکی نبودم، از اولش هم شاکی نبودم، بعدم که اومدم به دلیل اینکه فردا نگن که آقای ماشین کجا تیر خورده و الانم فقط خسارت ماشین به من، اصلا نه شکایتی دارم و نه، اما من ازالک برای اینکه بالاخره تیراندازی شده تو اتوبان، تحقیقات مفصلی رو تا الان به عمل آورده. آقای محترم رادان اومده اینهاش، آقای رادان نشون بده برگشته میگه اسلحه یارو مدعی که تو خیابون بی خود بی جد در آورده شلیک کرده نه قانونی بوده. بدین وسیله احمد رضا رادان پلیتیک زد با گفتن اینکه اسلحه آقای مدعی قانونی بوده. خب این شد دلیل. ما هم که نمیدونیم که قانونی بوده یا نبوده، یعنی ولی مجری اجرای قانون هر وقت عشقش بکشه میتونه بگه چی قانونیه چی قانونی نیست، و پلیتیکش اینه که همینطوری الکی بیاد بگه قانون و دهن مردم همیشه بسته میشه، به عبارتی از قانون استفاده غیر قانونی کنه. اما از دست هر کی در بره از دست این برنامه در نمیره که پلیتیک زنان ایران رو میگیره و به شما نشون میده. این پلیتیک رادان بود، نه منطق داشت نه حرف حساب بود، بلکه پلیتیک
این هفته ایران زمین بود. این بود برنامه این هفته پلیتیک. من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم سیاست باهوش و محترم آری پلیتیک اما بی پلیتیک ملت. این برنامه هر جمعه از کانال تصویری رادیو فردا هم پخش خواهد شد در ماهواره هاتبرد. تا هفته دیگه پلیتیک دیگه برای خودتون انگیزه ایجاد کنید، چرا که دنیا نه جای زانوی غم هست و نه ارزش داره. والله خدا پلیتیک هر جمعه همینجا در شب تهران. فیسبوک